سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من شاهین دارابی هستم، مدرس منتورینگ و خدمت شما هستیم با آموزش منتورینگ و هدایتگری از مجموعه آموزش های فرادرس. در بخش اول ما باید بریم سراغ تعریف منتورینگ. ببینید، منتورینگ یک جلسه ایه که بر پایه یک همکاری دو جانبه است که توسط یک منتور که تجربه و دانش و علم بسیار بالایی در یک موضوع یا مسیر خاصی داره، چالش های ذهنی و گره های ذهنی فردی که به اصطلاح منتی بهش گفته میشه رو حل میکنه. جلسات منتورینگ معمولا به زمان های خاصی، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت یا یک روز، یک جلسه، دو جلسه، یک هفته و یک ماه ممکنه طول بکشه. توی بحث بعدی ما تعریف منتور رو داریم. منتور، ببینید بچه ها، یعنی کسی که یک مسیری رو رفته و توی اون مسیر دانش، علم و تجربه زیادی رو به دست آورده، سردی ها و گرمی های اون مسیر رو چشیده و حالا آماده است که این سردی ها، گرمی ها و تجربه ها رو با دیگران هم به اشتراک بذاره. شاید شما بگید خب منتور دقیقا کیه یا شاید چه کارهایی انجام میده؟ ببینید، علاوه بر توضیحی که بهتون دادم، منتور کسیه که به افراد کمک میکنه تا چالش ها و گره های ذهنشون حل بشه. حالا چه کاری باید انجام بده یا چه وظایفی داره؟ وظیفه اصلی یک منتور نظم دادنه. نظم دادن به چه چیزی؟ نظم دادن به کسب و کار و یا خود شخص. به اصطلاح شما با پدر یا مادرتون دچار یک مشکلی میشید و نیاز دارید که به یک منتور مراجعه بکنید. وقتی که به منتور مراجعه میکنید، راجع به خود شخص شما منتور گره های ذهنی شما رو حل میکنه. یا اینکه اگر در کسب و کار دچار مشکل شده باشید، در کسب و کار شما وظیفه داره که اون گره های ذهنی شما رو حل بکنه و به ذهن شما نظم بده. وظیفه دوم یک منتور حل گره ذهنیه. حل گره ذهنی یعنی چی؟ بعد از اینکه به ذهن شما نظم میده یک منتور، وقتشه که گره های ذهنی شما رو برطرف کنه. حالا گفتم خدمتتون، یا در کسب و کار یا در زندگی. مثال، شما با برادرتون دچار یک مشکلی میشید و این مشکل نظم ذهنی شما رو به هم ریخته و باعث شده که یک گره ذهنی در ذهن شما ایجاد بشه. پس چه اتفاقی میفته؟ مشکل با برادرتون نظم شما رو به هم ریخته و اون مشکلی که بین شما و برادرتون، اون موضوعی که وجود داره، میشه گره ذهنی شما. شما وقتی که به منتور مراجعه میکنید، اول رابطه بین شما و برادرتون رو درست میکنه و بعد اون مشکل رو با توجه به راهکارهایی که میده حل میکنه. وظیفه سوم یک منتور ارائه راهکار به صورت مستقیم و غیر مستقیم. خیلی وقتا تو جلسات منتورینگ، منتی ها یا اصطلاحاً افرادی که یک منتور رو استخدام میکنن، خیلی راغب به گفتن همه داستان نیستن و احساس میکنن که همه داستان رو نیاز نیست توضیح بدن، یا خجالت میکشن یا نمیخوان اون فرد بدونه، یا دلیلی دارن برای اینکه اون داستان رو به صورت کامل توضیح ندن. فرد منتور اگر به صورت مستقیم همه چیز رو بشنوه، باید به صورت مستقیم راهکار بده. خیلی وقتا نیازه که فرد منتور یه راهکارهایی بده که به صورت غیر مستقیم باشن. یعنی از شما بخواید یه کاری رو انجام بده، یا از شما خواهش کنن برای انجام یه کار، یا از شما سوال کنن که آیا این کار رو انجام بدید شما حالتون خوب میشه یا نه. مثال همون مشکلات با برادر، از شما میپرسه اگر شما مثلا این موضوع رو خودت انجام بدی و برادرت رو بیخیال شی، مشکلتو حل میشه؟ این کاملا غیر مستقیمه، داره از شما سوال میکنه، داره به شما یک راهکار غیر مستقیم میده که به نظرت این کار رو بکنی حل میشه یا نه. یا وقتی هم از کنه به صورت مستقیم میگه شما باید این کار رو انجام بدی برای اینکه از این موضوع رهایی پیدا کنی. خب، میرسیم سراغ تعریف منتی که چند بار اسمش رو بردیم و اصطلاحش رو گفتیم. منتی چه کسی و چه زمانی ما نیاز به یک منتور داریم؟ ببینید، منتی به شخصی گفته میشه که یک مشکلی داره و یک منتور استخدام میکنه و در جریان فرایند منتورینگ قرار میگیره. ما در فرایند منتورینگ یک منتی داریم، یک منتور. منتور کسیه که راهگشاست و منتی کسیه که نیاز به کمک داره. پس بنابراین منتی کسیه که در فرایند منتورینگ یک کمکی یا یک راهکاری رو دریافت میکنه. حالا چه زمانی ما نیاز به منتور داریم؟ مواقع نیاز به منتور، اولین موضوعش که میشه گفت بیشترین تعداد مراجعه به منتور همین موضوع هستش، مواجهه با مشکلات عمیقه.
ببینید شما خیلی برای همه ما اتفاق افتاده که به یک مشکلی برمیخوریم که سالهاست این مشکل با ماست. یکی از مشکلاتی که خیلی از دوستان دارن مثلا رفع خجولیه یا مثلا فن بیانه یا به اصطلاح نوع رفتار در یک سمینار به عنوان سخنران هستش که اینا مشکلات عمیق نامیده میشن، یعنی مشکلاتی که از قبل در وجود شما وجود داشته و الان عمق پیدا کرده و عمیق شده و الان نیازی که شما این رو حل کنید و یه منتور میتونه این کار رو براتون انجام بده. مشکل دوم جلوگیری از ورشکستگی. تو کسب و کارا خیلی از دوستان زمانی که به مرز ورشکستگی میرسن تازه به یک منتور مراجعه میکنن. خیلی از دوستان هم مراجعه نمیکنن و اجازه میدن که ورشکست بشن. اما زمانی که شما به یک مشکل بزرگی در کسب و کارتون میخورید، بهترین اتفاق اینه که به یک منتور مراجعه کنید و اون منتور مشکلات شما رو حل کنه تا شما به ورشکستگی نزدیک نشید. موقع سوم درماندگی از حل مشکله. شاید بپرسید درماندگی از حل مشکل با مواجهه با مشکلات عمیق چه تفاوتی داره؟ شما تصور کنید که کاملا توی یک بحث دچار یک مشکلی شدید که نیاز به یک راهکار مطمئنی دارید. به عنوان مثال شما میخواید الان ببینید که برای کسب و کارتون نیاز به یک وبسایت دارید یا نه. این مشکلات عمیق نمیشه. این نیاز داشتن شما به وبسایت یک درماندگی شما از حل مشکله. چرا؟ چون شما نمیتونید سایت رو طراحی کنید. شما نمیدونید که آیا طراحی سایت به درد شما میخوره یا نه. پس زمانی که از مشکل درمانده میشید، خیلی شدید نیازمند یک راهکار مطمئن هستید. هیچ شخصی به شما یک راهکاری بده که بله نیازمند یک سایت هستی و من این سایت رو برات درست میکنم، یا افرادی رو میشناسم که بگن که به چه شکلی سایت رو درست کنی. چون یکی از کارهایی که منتور انجام میده معرفی به بقیه دوستانه و معرفی به افراد خیلی حرفه‌ای و متخصص است تو کسب و کار. من چرا 3 و 4 رو با هم گفتم؟ زمانی که افراد درمانده از حل مشکل میشن، در اصل دنبال یک راهکار مطمئنه و کاری که یک منتور توش خیلی 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 قوی میتونه عمل کنه یک راهکار مطمئن دادنه. و خب ببینید که منتی دنبال راهکار مطمئنه و مدام از مشکلش درمانده شده و نمیتونه مشکل حل کنه و بهترین موقع برای مراجعه به یک منتوره. موقع بعدی بعد از شروع کاره. یکی از اساسی ترین مواقع نیاز به یک منتور در بعد از شروع یک کاری هستش، حالا یا کسب و کار یا یک کاری در زندگی شما، مثل درس خوندن، مثل ورزش کردن یا هر چیز دیگه. شما برای اینکه در یک کاری یک شروعی داشته باشید نیازه که سردی ها، گرمی ها، سختی ها و شیرینی های اون کار رو بدونید. یا باید خودتون اون کار رو انجام بدید و اون رو به دست بیارید، یا از یک منتور کمک بگیرید که اون سختی ها و شیرینی ها رو بهتون بگه. و یکی از بیشترین شاید تعداد دفعاتی که یک فرد به منتور مراجعه میکنه همین در بحث بعد به شروع کار هستش. خب من واقعا نیاز منتور رو کامل توضیح دادیم براتون و خب مهمتریناشون هم بهتون گفتیم. حالا بریم سراغ بحث تفاوت های مربیگری و منتورینگ. خب مربیگری و منتورینگ خیلی شبیه هم هستن، اما تعریف های متفاوت و تفسیر های متفاوتی دارن. مهمترین بحثی که وجود داره در مورد تفاوت مربیگری و منتورینگ اینه که مربیگری به معنای امر و نهی کردن و پند و اندرزه، اما منتورینگ به معنای این که شما راهکارها رو در قالب یک دوست به اون منتیتون بگی، نه در قالب امر و نهی کردن. به عنوان مثال تو اشتباه کردی که تا اینجا کسب و کارت رو به اینجا رسوندی و حق نداشتی که این کار رو بکنی و الان باید این کار رو انجام بدید. نه، به عنوان یک منتور این کار رو انجام نمیدیم. شما باید خیلی احساسی تر صحبت کنید. منتورینگ یه فرآیند احساسیه و مربیگری احساسی نیست. یک مربی براش خیلی مهم نیست که بدن اون فرد، ذهن اون فرد چقدر آماده این کار هست و اینقدر شاید فشارهای زیادی بیاره که فرد آمادگی اون رو پیدا کنه. اما توی بحث منتورینگ چون یک فرآیند احساسیه، به جای امر کردن و پند دادن ما احساس جلو میریم و میگیم که دوست عزیز، مراجعه گرامی، منتی گرامی، شما تا اینجا به نظر که اشتباه کردید و الان نیازه که این رو درست کنید و راهکارش این موضوع هستش. تفاوت بعدی اینه که منتورینگ همراه با عقل و مربیگری بر پای تجربه است. شاید شما بگید منتورینگ هم که بر پای تجربه بود. بله، تجربه‌ای که همراه با دانش منتورینگ و همراه با عقل هستش، اما مربیگری کاملا بر اساس تجربه هستش و
خیلی دانش مربیگری دراش وجود نداره، یا مربیگری نیست که بگیم ما میتونیم بریم مربیگری رو یاد بگیریم. مثلا من میخوام مربی فوتبال بشم، من میخوام مربی ایکس بشم، و یه جایی به شما بگی که بله بیایید من بهتون آموزش بدم شما مربیگری بشید. نه، باید حتما یک تجربه داشته باشید تا بتونید در اون بحث مربیگری بکنید. تفاوت آخری که منتور یعنی برادر و مربی یعنی پدر، چیزی که من همیشه میگم، منتور یک برادر محسوب میشه. خب قطعا همون میدونیم رفتار یک برادر بشه شکله و رفتار یک پدر بشه شکله. پس یادتون باشه اگر تفاوت‌های مربیگری و منتورینگ رو خیلی خواستید ساده کنید، بگید که منتور یعنی برادر و مربی یعنی پدر. میریم سراغ مبحث بعدی، تفاوت‌های کوچینگ و منتورینگ. ببینید یکی از بارزترین تفاوت‌های کوچینگ و منتورینگ اینه که کوچینگ به معنای آزاد کردن پتانسیل‌های درونی یک فرد هستش، و توی جلسه کوچینگ ما تمام تمرکزمون رو روی آزاد کردن پتانسیل‌های درونی یک فرد که اصطلاحا همش مراجعه گفته میشه میذاریم. تفاوت کوچینگ و منتورینگ اینه که فرایند منتورینگ بیرونیه و همونطور گفتم کوچینگ درونیه. شما میتونید با راهکارهایی که میدید یک فرد رو از بیرون هم هدایت کنید که یک سری آموزش‌ها و یک سری موضوعات رو ببینه، حتی اگر در پتانسیل‌های درونیش هم وجود نداره، اما بره و اینها رو یاد بگیره و یک چیزهایی ازش رو بتونه پیاده بکنه. تفاوت بعد این که منتورینگ همراه با تجربه است، همونطور گفتم تجربه همراه با علم منتورینگ و دانش بیزینس. کوچینگ همراه است با دانش کوچینگ. خب دانش کوچینگ یک صلاحیت‌هاییه و یک آموزش‌هایی که زیر نظر اتحادیه کوچینگ که ICF هستش انجام میشه، و اون دانش کوچینگ یک پارچه هستش و همه جا یکیه و خیلی تفاوتی نمی‌کنه که شما اون دوره کجا دیده باشید. و تفاوت آخری که منتور راهکار ارائه میده، کوچ راهکار ارائه نمیده. تفاوت بسیار بسیار بارز منتورینگ و کوچینگ توی ارائه راهکار و راهکار ارائه ندادن. شما یه زمانی هست ببینید کوچینگ یعنی پرسیدن سوالات قدرتمند، اما منتورینگ یعنی دادن راهکارهای قدرتمند. بعد از یه تایمی از جلسه شاید سوالات قدرتمند دیگه جوابگو نباشه و شما نیاز داشته باشید که حتما بیاید و راهکارهای خیلی قوی اعلام کنید به مراجع یا منتورتون که بتونه اون کار رو انجام بده. خب بعد از این موضوعات بریم سراغ پلن‌های درآمدی منتورینگ. شما چجوری میتونید از منتورینگ درآمد داشته باشید؟ پلن‌های درآمدی منتورینگ چند نوع حالا تقسیم میشه: سالانه، ماهانه و هفتگی و ارزم می‌کنم چه پروژه‌ای و جلسه‌ای هستش که توی جلسه‌ای یک عددی مشخص میشه و یه جلسه انجام میشه و تمام. و توی سالانه خب یک پروژه بلند مدته، ماهانه یک پروژه ماهانه است و هفتگی هم که مشخصه. توی بحث پروژه‌ای ببینید بچه‌ها، پروژه‌ای خیلی منتورینگ جالبی نیست، چون که شما یک کاری رو، یک هدفی از مخاطب رو در دست می‌گیرید و بهش یک تضمینی میدید بابت اینکه توی ان تایم یک کاری رو براش انجام بدید، و این خب یه ذره کار شما رو سخت می‌کنه. و اینکه پلن‌های درآمدی منتورینگ بچه‌ها در این هیته میتونه از مثلا ساعتی 50,000 تومان 100,000 تومان شروع بشه به بالا، بسته به علم و دانش و تجربه‌ای که شما در این بخش و بخش منتورینگ دارید، که شما یا منتور هستید، منتور تخصصی هستید، چند سال منتور هستید، و از این قبیل که یک عددی رو برای خودتون مشخص می‌کنید بر اساس اون تجربه و دانش و علم منتورینگی که دارید. خب شما رو از لحاظ معنوی، انسانی، روحی، فردی و مالی کاملا رشد میدیم و دانش شما رو تو این مسائل در بحث منتورینگ بالا میاریم. امیدواریم که بتونید بحث منتورینگ رو کامل در زندگی پیاده سازی کنید و بتونید منتورینگ رو به یک شغل و درآمد اصلی تبدیل کنید.